یکی از اونها همین شب یلداست. دقت کنید دوستان، سوالم کردن شب یلدا از دیدگاه اسلام چه جایگاهی داره. خب من الان هر چی بگم، یه تعداد انسان ها هستن که از همون اول میخوان گوش نکنن اصلا، یعنی دوست ندارن این گونه مسائل رو بشنون. هر جورم شما مدلل حرف بزنید، اونها بازم ایراد خودشون رو میگیرن. آقا بلش کنید، اومدن جلوی صله رحم رو گرفتن، اومدن جلوی روابط رو بگیرن، اومدن نمیدونم یه شب میخوام خوش باشین. در اسلام خوشی نیست. آیا اسلامی که میگه کسی که صله رحم رو وصل کند، من الله میگه رو با رحماتم وصل میکنم، و کسی که قطع کنه او رو من از رحماتم قطع میکنم، اسلام با صله رحم مخالفه؟ اسلام با ارتباطات سالم مخالفه؟ اسلام با خوشی مخالفه؟ اسلامی که از تبسم تعریف میکنه، وقتی سلیمان خنده میزنه میگه فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان خندید خوش شد. در آیه قرآن دیگه میگه قل به فضل الله و به رحمتی و به ذلک فلیفرحوا، آقا به فضل و رحمت الله که به شما داده خوش باشید. این آیات قرآن، خوش باشید. اصلا میگه تبسم و کفی وجه اخی که صدقه، تو صورت برادر مسلمان بخند صدقه است. این اسلام مخالف خوشی است، مخالف خنده است، مخالف روابط است. چرا بی انصافی میکنی؟ اگر میگن شب یلدا نه، به چند دلیل. اول اینکه شما فلسفه پیدای شب یلدا رو دیر پیدا بکنید، این ریشه در باور و توهم عجیبه مجوس‌های ایران داشته که تاریکی و نماد شر میدونستن. اصلا اصل جریان اینه، اهریمن و زرتشت اینا اعتقاد داشتن دو تا خداست، یکی خدای خیر یکی خدای شر. شب رو نماد شر میدونستن، اومدن شب یلدا رو، شب آخر آذر ماه هست درسته؟ که طولانی ترین شب هست، اینو میگن آقا تا صبح بیدار باشیم که شر بهتون نرسه. آخه این تفکر، تفکر عاقلانه است؟ اصلا خداوند خیر و شر رو آفریده، اصلا شر نباشه تا شب نباشه روز معنایی نداره. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه، کی گفته شب شره؟ شب مایه سکون، آرامش. ما در شب آرامشی داریم که در روز نمیتونیم به دست بیاریم. شما چطور اینو مایه شر میخونید که بعد با زنده نگه داشتن او این شر بره؟ گیره هم که یک شب تا صبح نشستی، خب شبای دیگه چی؟ یعنی این شب رو نشستی بقیه شبا خیر میشه؟ بعضی هم میگن این شب شب تولد الهه مهر میترا، چون اینها یک سری آیین باستانی است و از طرفی ما مسلمانیم، ما مسلمانیم عزیزان، ما موظفیم هر شب و روزی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم و اسلام ما اون شب رو مقدس و یک سری برنامه هایی در اون شب ارائه داده، ما اونها رو بایستی پاس بداریم. اسلام یعنی همین، غیر از این رو نمیتونیم ما بپذیریم. ضمن اینکه یک آیین زرتشتی است، ربطی به اسلام نداره. بله افراد اعتراض میکنن که شما جلوی صله رحم رو گرفتید، اگر این ما چرا یک شب، چرا یک شب شب صله رحم، چرا فقط یک شب مخصوص کردیم؟ پدر و مادر، پدر و فرزند یه سال همو نمیبینن واسه که شب یلدا بیاد؟ بله میگن این شب طولانی تره. حالا تو رو خدا چقدر طولانی تره؟ یه دقیقه. یعنی اینقدر شما به دقایق ماشاءالله اینقدر پایبندید که یک دقیقه براتون خیلی مهم هست. ببینید اینها واقعا، حالا بماند که در این شبها اختلاط زن و مرد هست، در این شبها اسراف هست، شما جلو یک سری فواید که داره، شما جلو این فواید رو میگیرید. ما این کار نمی کنیم. بله یه سری فواید داره. شما یک گناه بیار در دنیا که هیچ فایده نداشته باشه، خب کسی که دزدی میکنه مگه فایده نداره؟ خب فایده ای که داره دیگه، حالا پول جیبش پرپول میشه. پس ببین آقا دزدی از این شب حلال، چرا؟ چون یک سری فایده داره. آقا اون کسی که زنا میکنه، چه چرانی میکنه، مگه بی فایده است؟ کلا اون یک لذت آنی میبره. آقا از این به بعد اینم حلال، چون یه فایده ای داره دیگه. اصلا من نمیتونم با چه منطقی من صحبت کنم که دوستان ما رنجیده خاطر نشن. ما نبایستی چون یه سری فایده هایی داره، هر چیزی در دنیا یه فایده نسبی داره. ولی که ما اولا گفتم مسلمانیم،
شب یلدا در اسلام ما وجود نداشته، در تاریخ اهل سنت و شیعه همه مسلمونا چیزی به نام شب یلدا نبوده. اختصاص دادن نمیدونم روابط و ارتباطات و سری رحم به یک شب، این خودش اشکال داره. بذار عزیزان من، توصیه من اینه به شما دوستانم که بگیرید حالا یک شبی رو با هم باشین، کنار هم باشین، ولی لزوماً نه این که فردا شب رو که شب یلدا هست. این به نظر من مخالفت صریح با امر الله و رسول است. من تشبه بقوم فهو منهم. پیامبر میفرماید هر کس خودش رو به قومی و به ملتی شبیه کنه از همون است. ما وقتی خود ما رو به زرتشتی ها شبیه میکنیم، باشه ایرانی، ما ایرانی، ما از زمانی ما به ایران بودن ما و ایرانی بودن ما افتخار میکنیم که اسلام آمد، اسلام به ایران بودن ما عزت داد. ولی ما قبل اسلام چی بودیم؟ اینه که یک سری جشنها، یک سری به قول معروف نشستنها، یک سری دید و بازدیدها باید هدفمند باشه، باید در چارچوب دین باشه.